There's something I want to tell you. Okay. You know, I feel sure I've told you before, but it was a long time ago, so I could be wrong. Okay, go on. Yeah. I was her next of kin. What do you mean? Well, officially, I was her next of kin. I'm sure I told you this before. Well, I think I would remember her husband being another woman's next of kin. Why? Why what? Well, why were you her next of kin? Because they thought we were married. Who did? The authorities, people. What made them think that? We told them we were. You weren't, though? Oh, no, no, no. Hell no, we just had to pretend so that people would let us stay in their houses. Different in those days, Kate, and then after the accident. Oh, yeah. You're not lying to me. No, Kate, she wore a ring on her finger. It was a small wooden ring, like a curtain ring, made of oak. So, فیلم 45 سال این سوال رو مطرح میکنه که آیا بهتر آدم همه سوابق عاشقانه شریک زندگیش رو بدونه، حتی اگه این دونستن دردناک و ناراحت کننده باشه، یا بهتر اصلا ندونه. You could have just told me, Jeff. I thought I had. داستان به صورت ذره ذره برای ما فاش میشه. ما به تدریج به چیزای تازه‌ای در رابطه جف و کاتیا، دوست دختر قبلیش، پی میبریم که حتی زنش هم از اونا بی اطلاع بوده. در واقع به جف خبر میرسه که جسد کاتیا بعد از سالها که از کوه سقوط کرده بود پیدا شده و از اون لحظه جف نمیتونه فکر کاتیا رو از خودش دور کنه. همسرش کیت کم کم به جزئیات پی میبره، یعنی شوهرش به تدریج بیشتر بهش میگه. جف چندین مونولوگ در فیلم داره، ولی در واقع این بازی شارلوت رامپلینگه که در فیلم احساسات بیننده رو تحت تاثیر قرار میده. اون معمولا در این لحظات حرفی نمیزنه و یه جور خشونت منفعلانه در رفتارش هست. فکر میکنم میشه این فیلم رو با فیلم‌های اینگمار برگمن مقایسه کرد که یکی از آخرین فیلم‌هاش درباره از هم پاشیدن ازدواجه. ازدواج‌هایی که توش آدم‌ها خوشحال و راضی نیستن. اما در حالی که فیلم برگمن پر از تلخی و دعواست، این فیلم خیلی آرومه. در بریتانیا ازدواج‌ها عموماً اینطوریه که مسائل دائم سرپوش گذاشته میشن. شاید اختلاف‌ها جایی سر وا کنه، اما حتی در اون صورت هم با داد و بیداد همراه نیست. بیشتر طعنه و خشونت منفعلانه است. Yeah, it's been an odd day. It sure has. I just stayed at home, grappling with the bald cock. But you're right. I hardly go walking anymore. It was a nice day, so off I went. So where did you go? Just to the village. To buy cigarettes? فکر میکنم هر دو بازیگر اصلی فیلم، یعنی تام کورتنی و شارلوت رامپلینگ، جزو نقاط قوت فیلم هست. همه سکانس های فیلم از دیدگاه کیت به تصویر کشیده شدن. او تقریبا در تمام نماهای فیلم حضور داره، اما در مقایسه با جف خیلی کمتر حرف میزنه. جفه که داره تعریف میکنه و مسائلش رو میگه. دیالوگ های جف خیلی خوبن. همه چیز رو یک جا به کیت نمیگه. اصلا تمام واقعیت رو هرگز نمیگه. خیلی حساب شده تصمیم میگیره که چی رو بگه و چی رو نگه. همچنین کاملا مشخصه که زیر بار احساسی سنگینی در تقلاست. جف دلش میخواد که دغدغه‌هاش رو با کیت به عنوان یک دوست در میون بذاره، بهش از دردهاش بگه، اما میدونه که هرچی بیشتر با کیت حرف بزنه بیشتر آزارش داده. برای همین یه جورایی مجبوره در لفافه حرف بزنه، اونقدر بگه که کیت احساس کنه جف بینشون دیواری نکشیده، اما نه اونقدر که کیت رو از خودش دور کنه. تام کورتنی این کار رو خیلی خوب در بازیش انجام میده. بیننده قشنگ حس میکنه که همه واقعیت رو نمیگه. Holding things back, you can sense it. You know that he's not being entirely truthful. It's a shame not to have more photos around the house. Well, I guess we didn't see the point of taking pictures of ourselves. It's a shame.
فکر میکنم پرداختن به رابطه دو تا آدم 60 خورده ای ساله موضوع نادری در سینماست، خصوصا سینمای بریتانیا. دو بازیگری که کارگردان فیلم اندرو هی انتخاب کرده هر دو کارنامه طولانی و درخشانی دارند. در این حال شارلوت رمپلینگ و تام کورتنی قبل از این فیلم اصلا همدیگر رو نمیشناختن. چند فیلمی هم که هر دو توش بازی کردن بازیشون در صحنه‌های مشترک نبوده. در این فیلم ترکیبشون با هم دیگه عالی شده. حضورشون کنار هم اونقدر پرجذبه نیست که همه چیز رو تحت شعاع قرار بده. در عوض این احساس رو منتقل میکنه که انگار واقعا یک عمر با هم زندگی کردن. خیلی قابل باور در اومده. انتخاب این دو واقعا تصمیم خوبی بوده. But I can't. They ask me how I knew my true love was true. We're gonna have dinner, and then we're gonna go to bed, and then we're gonna get up, and we'll try and start again.